خب سلام مجدد خدمت بچه های گلم. مرمونتون برم، مرسی. بریم سراغ سال شماره 24. یه چیزی حدود 11 تا قربونتون برم سوال موده. ما خسته ایم، ولی خسته میشیم چیکار میکنیم؟ بله بله الان صدا اوکی هستش بچه ها؟ صدا خب صدا خوبه. بله خب مرسی مرسی بچه ها. ما الان خسته ایم چیکار میکنیم؟ نه میدویم، الان میدویم، یعنی اصلا عین انرژی اول کلاس و ما. آره عین اول کلاس ما انرژی داریم، میدویم. اصلا ما به هیچ وجه کم نمیاریم. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. همیشه اینو تو ذهنتون باشه، کوشش بیهوده به از خفتگی. بریم سراغ سوال 24. بچه ها دنباله عددی به من داده با قدر نسبت، الان چند تا داره اضافه میشه؟ 7 و 7 داره اضافه میشه. 7 و 7 که اضافه بشه، جمله بعد از 23 میشه چی بچه ها؟ 30. جمله بعد از 30 میشه 37. ببین دونه دونه داره 7 و 7 اضافه میشه، و اینجا یه دنباله عددی دیگه که 5 تا 5 تا داره اضافه میشه. 5 تا 5 تا داره اضافه میشه. خب جمله بعد از 27 میشه 32، جمله بعد از 32 میشه 37. پس بچه ها اولین دنباله عددی من، اولین دنباله عددی من با قدر نسبت 7، دومین دنباله عددی من با قدر نسبت 5. اولین جمله، بچه ها تصویر اوکی هستش؟ اولین جمله مشترک به دنیا اومد. 37 اولین جمله مشترکشونه. پس 37 اولین جمله مشترکه. خب من میخوام ببینم جمله مشترک بعدی چیه. جمله اول 37، اینو با چند تا جمله‌ای که نوشتم به دست آوردم. جمله مشترک اول 37، جمله مشترک دوم واقعا باید بنویسم؟ میگن نه نیازی نیست، برو ببین اولین عددی که بر 7 و 5 بخش پذیره چیه. بچه ها کمیمیم، یعنی اولین عددی که بر هر دو بخش پذیره 35. خب حتما این جمله مشترک جمله دومش با 35 جمع شده. پس قدر نسبت برابر است با کوچکترین مضرب مشترک این دوتا، یکی 7ه یکی 5ه. اولین عددی که بر هر دو بخش پذیره میشه 35. 35 و 37 رو جمع کنیم میشه 2. 7 و 5 12، 1 3 4، 7. آقا بعدی چیه؟ دوباره 35 رو برو جلو، 35 رو برو جلو. خب 35 رو بذاریم جلو، 30 با 70 میشه 100، 107. همینطور میری جلو. خب حالا چی میخوای؟ گفته این دنباله مشترک که جمله اولش 37ه، جمله اولش 37ه که قدر نسبتش 35ه، چند تا جمله مشترک اینجا رو یه لحظه گوش کن، 3 رقمی و کوچکتر از 300 داره. البته میتونی بنویسی، یعنی جمله اول رو نوشی، جمله دوم، جمله سوم، همینطوری بنویسی، بعدش ببینی. واقعا زیادم سخت نیست، چند تا عدده بین 100 تا 300، چون گفته 3 رقمی، پس از 100 بیشتر، کوچکتر از 300 هم که خب مشخصه کوچکتر از 300. اگر تعداد زیاد بود اینطوری میرفتی، میگفتی جمله عمومی، ای تو که هستی جمله اول به علاوه ان منهای 1 دردی. جمله اول دنباله عددی ان منهای 1، این چیزیست که خوندیم دیگه. جمله عمومی مساوی است با جمله اول 37. جمله اول 37 نگاه کنم، به علاوه تعداد جملات دیم که 35.
37 به علاوه 35 در n 35 n منهای 35. قشنگتر بنویسم میشه 35 n 37 منهای 35 میشه به علاوه 2 37. پس جمله عمومیشو 37 35 n به علاوه 2، جمله عمومی 35 n به علاوه 2. چند تا از این جملات کمتر از 300 ان؟ چند تا از این جملات کمتر از 300 ان؟ پس جای n آندیس n میذاری 35 n به علاوه 2 کمتر از 300. خب 35 n کمتر از 2 بره این ور 298، n میشه کمتر از 298 35. بچه حساب کنید تقریبا میشه 8 خورده ای. 35 298 تقسیم بر 35 میشه 8 خورده ای. بله دیگه 8 5 تا 40 تا 8 3 تا 24 بله میشه 8 خورده ای. عدد طبیعی این طبیعیه دیگه، کمتر از 8 خورده ای میشه چی بچه ها؟ 8 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد طبیعی. ببین طبیعیه کمتر از 8 خورده ای. پس چند تا ام دست اومد؟ 8 تا. حالا کدوم گزینه درسته؟ یه ریزه اگر حواس من پرت باشه گزینه 4 رو میزنم، 8 به دست اومده. اما فدات شد اینجا باید دانش آموز من دقت کنه، گفته بچا چند عدد سه رقمی مشترک وجود داره. بچا درسته 8 تا کوچکتر از 300، ما 8 تا جمله کوچکتر از 300 به دست آوردیم، ولی دو تاش دو رقمیه. این دیگه گفتم تست کنکورش ریاضی بوده، دو تاش دو رقمیه. پس اجازه بدید گزینه 2 رو بزنم چون دو تاش دو رقمیه. این یه مقدار طراح یه ریزه اینجا یه مقدار مشکل داشته که بچه‌ها می‌رفتن گزینه 4 رو می‌زدن. خب این 8 به دست اومد، در صورتی که گفته چند عدد سه رقمی. این سه رقمیه بعد حواسمون می بود که دو تای اول رو حذف می‌کردیم از 107 به بعد شروع می‌شد. اینا یه خورده دیگه شیطنت طراحه. سوال 25 اینم سوال قشنگیه بچه‌ها. خسته‌ایم چیکار کنیم؟ میدویم. سوال 35 در یک دنباله حسابی 20 جمله‌ای، مجموعه جملات با شماره فرد. یعنی چی شماره فرد؟ یعنی A1 A3 فرد جمعش کن، A5 جمعش کن. خب حتما هم آخرش A19. چرا؟ چون 20 جمله است. جمع جملات با جملات فرد، جمع جملات با ضرایب فرد، جمع جملات با شماره زوج A2 A4 A6 و در نهایت بچه A20. خب گفته در یک دنباله عددی 20 جمله ای مجموعه جملات با شماره های فرد از مجموعه جملات با شماره زوج 40 تا کمتره. بچه این 40 تا از این کمتره، این 40 تا از این کمتره. پس یعنی اگر من اینو A بگیرم این 40 تا از این کمتره، پس این حتما A به علاوه 40ه. ببینید این عبارت 40 تا از این کمتره، پس این حتما 40 تا بیشتره. خیلی واضحه. حالا بچه‌ها نگاه کنید، یه ریزه گوش کنید چقدر زیبا. بیایید جفت جفت هم از هم کم کنیم. A2 منهای A1، A2 منهای A1 بیایید کم کنید، جفت جفت کم کنید. به علاوه A4 منهای A3. ببینید A2 منهای A1، A4 منهای A3 دونه دونه کم کنید. A6 منهای A5، آخرش هم بچه این منهای این بشه آیه به علاوه 40 منهای آ بشه میشه چی؟ 40. پس A2 منهای A1، A4 منهای A3، A6 منهای A5، A20 اینم منهای این شد 40. خب بچه ها یه چیزی چی آقا؟ یه فرمولی داشتیم بچه ها، AM منهای AN در دنباله عددی میشد، M منهای N در D، M منهای N در D، A2 منهای A1 میشه 2 منهای 1 در D، A4 منهای A3 میشه 4 منهای 3 در D، A6 منهای A5 میشه D، همینطور D. جواب برابر چی؟ 40. بچه ها چند تا از اینا داریم؟ بچه ها نگاه کنید، فرد هاست 20 تا، 10 تاش فرده 10 تاش زوجه. پس 10 تا دونه D دارید، 10 D شد 40، D به دست میاد 4،
چقدر سوال زیبایی بود بچه ها. نگاه کنید بچه ها. آدومنه آ یک دی. آچامنه آ سه دی. آشیشمنه آ پنج. همینطور نوشتم. اینم منها این بشه میشه چهل. بعدش جواب به دست اومد چهار. خیلی سوال زیبایی بود. البته این نکته رو باید میدونستیم. نکته رابطه بین اندیزها در جملات عددی. خب سوالی که دارم براتون حل میکنم سوال سنجش بچه های رشته تجربی بوده پارسال. سوال سنجش بوده. در الگوی شکل مقابل جعبه اول یه دونه عدد وجود داره، در شکل بعدی دو تا عدد وجود داره، در شکل بعدی سه تا، همینطور به همین صورت ادامه داره. گفته جمع کن مجموع یعنی جمع کن اعداد حک شده روی مربع‌ها در شکل بیستم. در شکل بیستم چند تا مربع وجود داره؟ خب بچه ها در شکل بیستم، در شکل اول یه دونه، در شکل دوم دوتا، در شکل سوم سه تا، بس در شکل بیستم بیستا. در شکل بیستم ما بیستا مربع داریم. نگاه کنید در شکل بیستم ما بیستا مربع داریم. شکل بیستم. در شکل بیستم بیستا مربع داریم. خب جمعش کن، جمع اعداد حک شده در شکل بیستم رو بگو. بیستا مربع داریم. خب دقت کنید بچه ها، یک تا دو قدر نسبتش هم یکه. نگاه کنید یکی یکی میره جلو. دو تا سه یک، سه تا چهار یک، چهار تا پنج یک، یکی یکی. خب خوب گوش کنید. در شکل اول یه عدد نوشتم، در شکل دوم دو عدد نوشتم، در شکل سوم سه عدد نوشتم. قبل از شکل بیستم نوزدهم وجود داره که اونجا نوزده تا مربعه. ببین چقدر زیبا. قبلا هم برات گفتم اعداد طبیعی از یک تا n میشه n در n به علاوه یک تقسیم بر دو، زنگ قبل میشه 190 تا. پس تا مرز این شما 190 تا جمله دارید. چون یکی یکی میره جلو پس حتما میشه 191 دیگه. 191. خب بچه ها ببخشید، شما چند تا مربع دارید در شکل 20 تا؟ تا اینجا شد 190 تا. 20 تا بذار جلوش میشه 210 تا. یا در اینجا 191 در شکل 20 تا مربع دارید. 20 تا مربع. یه دونش رو نوشتید، 19 تا دیگه به این اضافه کنید. 19 تا به این اضافه کنید میشه 210. حالا گفته جمعش کن. خب باشه بچه ها، جمع اینا چی میشه؟ یادته خدا من زنگ قبل گفتم مجموع جملات میشه تعداد جملات، جمله اول به علاوه جمله آخر. حالا بیایم اینجا، تعداد جملات 20 تا تقسیم بر 2، جمله اول 191، جمله آخر 210. پس 20 تقسیم بر 2 ضرب در این عدد. خب حسابش کنیم، 1 با 0 میشه 1، 9 با 1 میشه 10، 1 و 1 4، ضرب در 10 میشه 4010، گزینه 4. ببین چقدر زیبا، چقدر زیبا. اینا رو قبلا هم من گفته بودم زنگ قبل نکاتشو. سال 27 فیلمم ذخیره میشه، ولی بمونید بچه ها، اگر خسته اید بدوید، یعنی اصلا جا خالی ندید. من در مورد تصاعده یا الگوی هندسی بچه ها گفته بین 2 و 16 رادیکال 2، بین 2 و 16 رادیکال 2. خوب گوش کنید، بین 2 و 16 رادیکال 2 6 تا واسطه هندسی. بین 2 و 16 رادیکال 2 6 عدد تشکیل میدن که تشکیل دنباله هندسی میدن. هندسی. خب بچه ها من اینجا یه نکته یادآوری میکنم که تو جزوه‌ام نوشتم. اگر بین A و B، آره دیگه اینا این زمانها تکرار نمیشه، انتا واسطه هندسی بذاریم یادآوری کنیم قدر نسبت مساوی است با رادیکال. انتا واسطه فرجت و ان به علاوه یک میکنه، اینجا هم میشه بی به روی آ. اینم قدر نسبت. فقط بدون
زمانی مثبت منفی میذاری که n به علاوه یک زوج باشه، زوج باشه n به علاوه یک. بین 2 و 16 رادیکال 2 تعداد 6 تا واسطه درج کردیم. پس قدر نسبت واسطه هندسی میشه رادیکال. فرمول n به علاوه 1، 6 به علاوه 1 میشه 7. البته 7 چون فرد مثبت منفی نداره. ب به روی آ، 16 رادیکال 2 به روی 2. همراه با من باشید، 16 رادیکال 2 به روی 2. بریم جلو. رادیکال با فرجه 7، 16 به روی 2 میشه 8، یعنی 2 به توان 3. رادیکال 2 یعنی 2 به توان 1/2. خب من میتونم با قوانین توانها پایه رو بنویسم، توانها رو با هم جمع کنم، بشه 7/2. فعلا تو قدر نسبتی، قدر نسبت مساوی است با بچه ها. میتونم بنویسم 2 به توان 7/2 به روی 7. یادت عزیز من، 7/2 به روی 7. سال نهم، عبارت رو به صورت گویا نوشتم، 7/2 به روی 7. دور در دور، نزدیک در نزدیک، 7/7 میره، میشه 2 به توان 1/2. تست کنکور رشته ریاضی یا همون رادیکال 2. همه اینا به من آر داد. آر چیه؟ رادیکال 2. قدر نسبت دنباله هندسی، رادیکال 2. حالا گفته چی؟ جمع کن. کیانو جمع کنم؟ جمع کن. چیو؟ 8 تا عدد رو جمع کن. چرا 8 تا؟ خب 6 تا واسطه داشتی، اینم یه جمله، اینم یه جمله، 8 تا. 8 تا رو با هم جمع کن. فرمول 8 تا جمله عددی دنباله هندسی رو بخوام جمع کنم، فرمولش چیه؟ جمع کن. این جمله یک دنباله هندسی از این رابطه به دست میاد. آ یک ضرب در خط کسری، یک منهای آر به توان این، یک منهای آر. جمع 8 جمله اول، جمع 8 جمله اول در دنباله هندسی به این ترتیب به دست میاد. جمع کن. چند تا رو؟ 8 تا رو. میشه آ یک. جمله اولم چیه؟ 2. ضرب در خط کسری، یک منهای آر چیه؟ رادیکال 2. به توان 8، 8 تا جمله به روی یک منهای آر، رادیکال 2. یک منهای آر. این آره بچه ها. قدر نسبت هم شد آر. مساوی است با ادامه بدم. 2 ضرب در. ادامش فقط محاسباته. یک منهای رادیکال 2 به توان 8. رادیکال 2 به توان 8 میشه 2 به توان 4. میشه 16. یک منهای رادیکال 2. بچه ها رادیکال 2 به توان 8 سخت نیست. رادیکال 2، رادیکال 2، رادیکال 2. دوتا میشه 2 دیگه. یک منهای 16 میشه منفی 15. منفی 15 در 2 میشه منفی 30. پس منفی 30 ضرب در یک منهای 16 منفی 15، یک به روی یک منهای رادیکال 2. خب اینجا میایم خوشگلش میکنیم. میایم چجوری خوشگلش میکنیم؟ میایم مزدوج مخرج رو در مخرج و صورت ضرب میکنیم که گویاش کنیم، به هر حال قشنگتر بشه. خب ادامه بدیم. میشه منفی 30. ببین قاطی نکنی. منفی 30 ضرب در این، در این ضرب بشه یک یکی یکی، رادیکال 2 در رادیکال 2 2، میشه یک به علاوه رادیکال 2، یعنی در حقیقت گویا کردیم. یک منهای 2 میشه منفی 1. این منفی با منفی میره، میشه 30 تا یک به علاوه رادیکال 2. اینم جمله آغاز، 30 تا یک به علاوه رادیکال 2. ببین 30 تا یک به علاوه رادیکال 2، 30 یک به علاوه رادیکال 2، یعنی گزینه 3 ما درسته. ببین بچه‌ها چند تا نکته. 1 واسطه های هندسی از این رابطه به دست میاد. 2 جمع جملات دنباله هندسی از این رابطه، آ یک یک منه آر به توان یک منه آر. همه اینا رو در قالب یک تست بهتون گفتم. اینجا قدر نسبت رو بهتون گفتم، اینجا هم جمع جملات. محاسبات قشنگی داشت بچه ها. بریم سراغ بچه ها سال 28. در یک دنباله هندسی، خوب گوش کنید، در یک آفرین محمد صالح، در یک دنباله هندسی تفاضل با قدر نسبت مثبت، تفاضل جمله دوم از جمله چهارم، جمله چهارم منهای جمله دوم، تفاضل جمله دوم از جمله چهارم برابر 5، تفاضل جمله چهارم از جمله ششم، تفاضل جمله چهارم از جمله ششم برابر 125، تفاضل جمله چهارم از جمله ششم، جمله چهارم از جمله ششم 125. جمله اولو میخواد، دنباله هندسیه.
در دنباله هندسی یادآوری کنم. جمله عمومی در دنباله هندسی برابر بود با آ یک ضرب در آر به توان ان منهای یک. اینا همه یادآوریه بچه ها. یادآوری آن چیزیست که ما قبلا در دنباله ها خوندیم. ببین بچه ها، یادآوری اینا چیکار کنیم؟ یادآوریه. ببین یه لحظه من گوش کنید، یه لحظه نگاه بالا. ببین یه سری چیزا یادآوری بد بشه، یعنی تدریس قبلا شده، اینجا داریم یادآوری میکنیم. جمله عمومی آ یک در آر به توان ان منهای یک. بریم آ چهار فرمول جلوته، میشه آ یک ضرب در آر به توان سه، آ دو آ یک ضرب در آر مساویه پنج. خب بریم اینجا جمله ششم آ یک آر به توان پنج، جمله چهارم آ یک آر به توان سه مساویه 125. اینجا رو خوب گوش کنید. آ یک، خب بیم اینجا بچه ها، از آ یک در آر فاکتور بگیر. از آ یک در آر فاکتور بگیرم، اینجا میشه آر به توان دو منهای یک مساویه پنج. اینجا از آ یک آر به توان سه فاکتور بگیرم، آ یک آر به توان سه میشه آر به توان دو منهای یک مساویه 125. خب بچه های گلم الان همه تون بلدید چیکار کنید؟ آفرین فاطمه. دو طرف رو بر هم تقسیم میکنید. تقسیم کنیم که برن، آیکه با آیک بره، کل پرانتز با کل پرانتز بره، چقدر خوشحال میشیم. اتفاقا آرم با آرسه میره، چی میمونه؟ یک به روی آر به توان دو میمونه، آر با آرسه بره. اون بعد چی میمونه؟ پنجم با 125 میره، میشه یک به روی 25. آر دو شد 25، آر میشه مثبت منفی 5. ولی بچه ها گفته جملات مثبتن، چون گفته جملات مثبتن پس من آر مساوی 5 رو میپذیرم. چرا؟ چون بچه ها میدونید اگر قدر نسبت منفی باشه جملات یکی در میون مثبت منفی میشن. مثلا جمله 2 در منفی 5 ضرب بشه میشه منفی 10، در منفی 5 ضرب بشه میشه 50. ببین یکی منفی یکی مثبت، یکی مثبت یکی منفی. پس بنابراین اینجا چون گفته جملات مثبتن آر 5 رو من میپذیرم. خب دیگه چی میخواد؟ با قدر نسبت مثبت. ببین خودش گفته دیگه با قدر نسبت مثبت. خب جمله اول کدام است؟ جمله اول، خب بچه همین دو رابطه دو مجهول، یا این. حالا این راحت تره چون توانش بهتره. آ یک در آر به توان سه منهای آ یک در آر شده پنج. از اونجایی که قدر نسبت من پنجه، خودش گفته مثبت، پنج رو بذارم اینجا میشه 125 آ یک، منهای پنج رو بذارم اینجا به جای آر، پنج تا آ یک مساوی است با 5. ادامه میدم، 125 منهای 5 میشه 120 آ1 مساوی 5. از اینجا آ1 رو میخواد، آ1 میشه 5 120 یا 1 24. جمله اول ما شد 1 24. دارین تو گزینه 1 24؟ بله گزینه 1 رو دارید میبینید، 1 24 گزینه 1 ما. جزوه رو همین امروز، همین امشب در حقیقت من تو کانال قرار خواهم داد. نگران نباشید، بلا فاصله بعد از کلاس جزوه رو قرار میدم. سوال 29 رو نگاه کنید بچه ها. سوال 29 بچه ها ویران میکنه. یه لحظه گوش کنید، یه لحظه تو رو قرآن نگاه کنید. سوال 29، در یک دنباله هندسی 6 جمله ای، من یه نکته بگم بهتون، یه نکته بچه ها. دو گوش کن به من، دو این سه تا تشکیل دنباله هندسی میدن، دو شش 18 تشکیل دنباله هندسی میدن. ببخشید شما در چی ضرب شدید؟ در سه. شما در چی ضرب شدید؟ در سه. طبیعیه بله. از کجا فهمید در سه؟ 6 رو تقسیم بر 2 کن یا 18 رو تقسیم بر 6 کن. پس وقتی آ و بی و سی تشکیل دنباله، خوب گوش کن، حتی آب و بیوسی تشکیل دنباله هندسی بدن، تشکیل دنباله هندسی بدن، خب این در چی ضرب شده؟ شده به آم. این در چی ضرب شده؟ شده سی به آم. پس میشه نتیجه گرفت به دو آسی. این یه نکته، به دو آسی.
درست شد بچه ها؟ صدا درسته؟ خب به دو آسی وقتی سه عدد تشکیل دنباله سه عدد آ و بی و سی تشکیل دنباله عددی بدن به دو مساوی آسی به دو آسی به دو آسی. من سوال 29 بچه ها یه لحظه گوش میدید. سوال 29 سوال من صحبت نمی کنم زهره جان. سوال 29 سوال 29 کنکور رشته انسانی بوده. و عجب سوالی بوده. عجب سوالی بوده. دمشون گرم. رشته انسانی همچین سوالی رو داده. من با دو روش میخوام حلش کنم برات. دوستت دارم. امشب میخوام با دو روش سوال حل کنم. دو روش. در یک دنباله هندسی 6 تا جمله داره. دو جمله اول مجموع دو جمله اول. هشتاد و یک. مجموع دو جمله آخر. تو 6 تا جمله داری دو جمله آخرت میشه A5 و A6. دو جمله آخر. 16. مجموع همش چی میشه؟ مجموع همش چی میشه؟ من اینو پاک میکنم، اینو من پاک میکنم. چون طبیعیه دیگه. سه تا عدد تشکیل دنباله عددی میدن سه هندسی. سه تا عدد تشکیل دنباله هندسی میدن به دو آسی. تو جزوه هم نوشتم. آقا شما 6 تا جمله دارید. شش تا جمله داری. جمع دوتای اول شده 81. جمع دوتای آخر شده 16. خب من این دوتا رو به دست بیارم حله دیگه. من این دوتا رو به دست بیارم حله. چون اینو دارم. اینو دارم اینم داشته باشم حله دیگه. نگاه بالا. نگاه بالا. فقط این دوتای وسط مونده دیگه. چون اینو که دارم. اینو که خودش داده. این وسط مونده. نگاه بالا. کمک کنید. A1 A2 A1 در R دنباله هندسیه مساویه 81 بیا پایین. A5 A1 در R به توان 4 A6 A1 در R به توان 5 مساویه 16. از A1 فاکتور بگیر. از A1 در R به توان 4 فاکتور بگیر. تقسیم کن. A1 با A1 میره. پرانتزا هم میرن. عکسش کن. جذب بگیر عکسش کن. R2 شد 4/9. خب حالا نگاه کن تو چی میخوای؟ A3 A4 A3 و A4 میخوای. نگاه کن A3 A4 تو رو خدا من گوش کن. A3 A4 A3 A4 از A1 R2 فاکتور بگی. A1 R2 میشه. تو اینو میخوای. رشته انسانیه. من چیکار کنم؟ رشته انسانیه. نگاه کنید. A1 R2 R2 رو دارید. R2 چیه؟ خیلی جالبه. کمپلکس A1 در 1 به علاوه آن هم دارید. نگاه کنید این. A1 در 1 به علاوه آن. A1 در 1 به علاوه آن رو دارید. 9 با 8 ساده میشه. 9 با 81 ساده میشه. 9 با 81 شد 36. شد 36. ببین A1 در 1 خلاقیت رو نگاه کن. A1 در 1 بله R. R2 هم که اونجا داری. پس جمعش کن دیگه. اینو 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 جمعش کن. حالا یه چیز دیگه خیلی سخت بود.
معصومه. میخوای یه روش تستی بهتون بگم؟ یه روش انسانی، یه روش تستی بهتون بگم؟ بگرخید. چشما باز، چشما باز. خسته میرویم، ما شاگرد استادیم. همه رو بریز دور، نکن همه رو بریز دور، همه رو بریز دور. چشما باز بچه ها، چشما باز. اگر دنبالای هندسی رو تیکه تیکه بچینید، دوتا دوتا بچینید، ستا ستا بچینید، خداشون وای خداشون هم تشکیل دنباله هندسی میده. اینو بگیر، اینو بگیر، یه عدد دوتا دوتا دیگه، اینو بگیر یه عدد، نمیدونم، اینم بگیر یه عدد. اگر این ستا بخواد که دنبال هندسی بده، بدو آسی، بدو آسی، بدو. خود این یه عدده. جذر 81، جذر 16، 49 تا 36. فهمیدی چی شد؟ فهمیدی چقدر قشنگ شد؟ دو تا، سه تا سه تا هم همینطور، چهار تا، پنج تا پنج. یعنی خداشون هم که دنبال هندسی میدن. یعنی اینو بگی یه عدد 81، اینو بگی یه عدد 16. حالا این وسطی مونده، چون دو تا دو تاست دیگه، به دو آسی، به دو آسی. اصلا نیازی به اینا نبود، میشه واسطه هندسی دیگه، واسطه هندسی، به دو آسی. چون گیرتو اینجا بود 36 دیگه، حالا 81 و 36 و 16 رو جمع کن. فقط نشکره دنباله هندسی بی، چقدر زیبا میشه اینا حلش کرد. خب بریم سراغ سوال 30. در دنباله هندسیه 128 64 رادیکال 2. خب بچه ها وقتی جمله اولو داری 128، جمله دومو داری 64 رادیکال 2، قدر نسبت مشخصه، میشه جمله دوم جمله اول. خب این خیلی راحته، جمله دوم 64 رادیکال 2 به جمله اول 128، که ساده کنم میشه رادیکال 2 دوم. خب چی میخوای؟ مجموعه، مجموعه چهار جمله اول چند برابر مجموعه چهار جمله سومه؟ مجموعه چهار جمله اول، مجموعه چهار جمله اول چند برابر مجموعه چهار جمله سوم؟ بچه جمله سوم، چهار جمله سوم، ببین A1 A2 A3 A4 میشه چهار جمله اول. 5 6 7 8، خب گوش کن، میشه چهار جمله دوم. چهار جمله سوم میشه گفتن این نسبت به این چقدره؟ خب باشه بریم، چهار جمله اول نسبت به چهار جمله سوم. نگاه کنید، اصلا خیلی ساده است. نگاه کنید، A1 A2 A1 در R، A3 A1 در R2، A4 A1 در R به توان 3. اصلا سخت نیست، برو پایین. A9 A10 A11 A12. در صورت از A1 فاکتور بگیرید، در صورت در مخرج از A1 در R به توان 8 فاکتور بگیرید، تموم شد دیگه بچه، فاکتور بگیرید، جواب میشه 1 بروی R به توان 8. R رو قبلا به دست آوردی، رادیکال 2 دوم. قبلا به دست آوردی رادیکال 2 به توان 8، 2 به توان 8 که ساده کنی 16 256 میشه 1 16، میشه 16. ساده کردنه دیگه،
بریم سراغ سوال بعد. اگر جمله چهارم، ششم، دوازدهم، یه لحظه گوش کنید. چهارم، ششم، دوازدهم، سه تا سوال بارها این در کنکور اومده. اولین بار که این اصلا پرتکرار است. اولین باری که این تو کنکور اومدش سال 67. اولین بار. جمله چهارم، جمله ششم و جمله دوازدهم دنباله عددی. چهارم، ششم، دوازدهم، سه جمله متواری دنباله هندسی هست. دنباله عددی سه جمله متواری دنباله هندسی هست. قدر نسبت دنباله هندسی. من به بچه ها همیشه اینو میگم. میگم بچه ها ذهنی حل کنید. ذهنی حل کنید. بچه ها 4 تا 6 چقدر فاصله داره؟ 4 تا 6. 4 تا 6. بچه ها 6 تا 12 چند تا فاصله داره؟ 6 تا 12. خب 6 تا. این در چی ضرب شده شده 6؟ یه بار دیگه. همیشه اینطوری اومد اینطوری حل کنید. یا کنید همیشه. 4 تا 6 چند تا فاصله داره؟ 4 تا 6. 6 تا 12 چند تا فاصله؟ 6 تا 12. خب 2 بعد در چی ضرب بشه بشه 6؟ سوال بعدی. در الگوی مقابل تعداد دایره ها در شکل 16 هم کدام است؟ این سنجش بوده. این سنجش بوده. سنجش بوده. بچه گوش کنید، سنجش. سوال سنجش رو خوب گوش کنید. تقریبا دارم الان دیدید دیگه. گزینه دو، گاج، سنجش، قلمچی، کنکورهای گذشته. آره، اینم سوال سنجش بوده. گفته در 16 هم چند تا دایره داری؟ جزوه های من جزوه دست نویس منه. مثلا جزوه تایپی بدم میاد. مثلا جزوه تایپی بدم میاد. نمیدونم چرا. تایپی ریز هست. تایپی غلط توش هست. من جزوه دست نویس خودم حال میکنم. دست در خودم میکشیدم. خودم حال میکنم با اینا. اصلا دوست ندارم جزوه تایپی. آفرین فاطمه. نگاه کنید. این چند تا دایره داره؟ دو تا. 1 2 3 4 5. 5 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. خوب گوش کنید. جمله 16 همو میخواد. شکل 16 هم. نگاه کنید بچه ها. ابتدایی که بودیم میگفتیم این به علاوه 3 شده. این به علاوه 4 شده. این به علاوه 5 شده. حتما بعدی هم به علاوه 6 میشه. بچه ها. این دنباله دنباله عددی نیست. در دنباله عددی فاصله ها یکسانه. در دنباله عددی فاصله ها یکسانه. ولی این فاصله هاش 3 تاست. این 4 تا. ولی فاصله هاشون دنباله عددی هست. فاصله هاشون. یعنی 3 4 5 دنباله عددیه. با قدر نسبت 1. فاصله هاشون دنباله عددیه. هرگاه اتفاق افتاد. هرگاه فاصله دنباله عددی ساخت. حتما دنباله درجه 2. بهش میگن دنباله درجه 2. پس بچه ها هر که فاصله خود فاصله ها تشکیل دنباله عددی داد میشه دنباله عددی درجه 2. دنباله درجه 2 اینه AN مساویه AN به تبع درجه 2 دیگه BN به علاوه C. دنباله درجه 2. یه A یه B یه C مجهول داری. یه A یه B یه C مجهول داری. A B C مجهول داری. خیلی از دبیرا فاصله از 3 تا 4 1 از 4 فاصله دنبال عدده. خیلی از دبیرا اینجا میام برای همه فرمول میگن. برای A فرمول میگن، برای B فرمول میگن، برای C فرمول میگن. دو روز دیگه از خودشون هم بپرسیم فرمولاشون یادشون میره. من میگم آقا چه کاری آدم اگه مشکل داره؟ من خیلی راحت بهت میگم. میگم نگاه کن، همواره قدر نسبت هر چی شد نصفش کن میشه آ. آ میشه نصف قدر نسبت. همیشه نصف قدر نسبت. همون موند یه بی و یه سی. موند یه بی و سی. خب فدات شم. جمله اولت که دوه.
بناتشم جمله دوم که پنجه. خب همین کافیه برات برای اینکه بی و سی رو به دست بیاری. اصلا کافیه. به جای این بذار یک، به جای این بذار یک جمله اول. به جای این بذار یک. خب الان شده دو. به جای این بذار دو، بذار دو، دو به توان دو چهار. جمله دوم پنج. دستگاه هیچ موقع دیگه یادت نمیره. بچه ها قدر نسبت هرچی شد نصفش میشه ضریب ان دو، یعنی آ. بقیهش هم عدد بذار، جمله اول جمله دوم. دستگاه حلش کن. چه کاریه الان بخونی فردا یادت بره؟ دستگاه دو معادل دو مجهول، مثلا دو منهای یک دوم سه دوم، دو ب منهای ب میشه ب، سی منهای سی میره پنج، منهای دو میشه سه، از اینجا ب به دست میاد سه دوم، سه منهای سه دوم میشه سه دوم، بی بشه سه دوم. سریع یکی از این دوتا رو انتخاب کن، مثلا اینجا بی بشه سه دو، سه دوم، سه علاوه یک چهار دوم دو، دو هم بره اینور میشه سه، تموم شد. پس دنباله درجه دومت این شد، آن مساویه یک دوم ان دو. هیچ موقع یادت نمیره. بی سه دوم، سی صفر، سی صفر. و چه کاریه؟ هم. حالا جمله چندم میخواد؟ شونزدهم. دیگه جمله شونزدهم سخته بچه ها. جمله شونزدهم، شونزده به توان دو تقسیم بر دو به علاوه سه دوم ضرب در شونزده. این هم دیگه خیلی راحت، دو با شونزده ساده میشه، این هم که بلدیم. تموم شد، خیلی راحت شد. بچه سوال بعدی. آها، سی و سه، سی و چهار، سی و پنج، تمام. سه تا سوال تمام. هر کس سوال داره پیام بده، من مخلصتون هستم. در شکل زیر، اگر آبی شیش، من در طول یک هفته، در طول یک هفته آخر هر همایش چند تا مثلث رو حل میکنم و در واقع مثلثات آخر هر همایش میگم. الان سه تا سوال، فردا دو تا سوال، همینطور مثلث آخر هر مبحث میگم. چه قشنگ ماندگارتر باشه. ماندگارتر باشه. خلاصه جزوه مثلثات بچه‌ها، خلاصه جزوه مثلثات تو اوایل کانال من گذاشتم، پستای اول من گذاشتم، پستای اول حتما کل فرمول مثلثات رو آوردم گذاشتم. آبی 6، آ بی 6، طول زل. این سوال قلمچی بوده، قلمچی طول زل بی سی رو میخواد، طول زل بی سی چون روبرو به زاویه آس، مثلا آ رو میخواد. الان طول زل بی سی بچه ها رابطه ای وجود داره، رابطه ای وجود داره به نام رابطه سینوس ها. در مثلث تو کتاب درسیتون هست رابطه سینوس ها. سینوس زاویه آ به ضلع مقابلش، سینوس زاویه ب به ضلع مقابلش، سینوس زاویه سی به ضلع مقابل. این رابطه سینوس ها در مثلث، رابطه سینوس ها در مثلث. بچه تو اینو داری 15، اینو داری 45، پس حتما این میشه 30 درجه، چون 30 و 15 بعد بشه 45، یا مثل ابتدایی این بعد بشه 135، 135 و 15، 150 با این بعد بشه 180 میشه 30. حالا رابطه سینوس ها رو بنویس. سینوس 30 درجه به ضلع مقابلش، سینوس 30 درجه به ضلع مقابلش. بچه این چند بود؟ سینوس 135 درجه به ضلع مقابلش. خب از اینجا آب دست میاد. سینوس 135 به ضلع مقابلش، سینوس 30 به ضلع مقابلش. آقا سینوس 15 به دردم نمیخوره. چرا؟ چون آسیو که نمیخوام، آسیو که نمیخوام، من بی سی رو میخوام، یعنی آ رو میخوام. سینوس آ به آ، سینوس ب به ب. پس سینوس 30 درجه یک دوم، سینوس 135 درجه تو چک نویس حساب کنیم. سینوس 135، سینوس 135 میشه سینوس زاویه 45 درجه در ناحیه دوم. 135 میشه پی منهای 45. میخوندید دیگه، 135 در ناحیه دومه میشه سینوس 45. در ناحیه دوم هم سینوس مثبته، میشه رادیکال 2 دوم.
خب بریم. سینوس آ به آ، سینوس ب به ب. سینوس 135 شد رادیکال 2/2. یه طرف وسطه این کنید، 6 در 1/2 3، آ در این میشه آ ضرب در رادیکال 2/2. دوباره در 2 ضرب کنید، از اینجا آ به دست میاد، 6 به روی رادیکال 2. از اینجا آ به دست میاد، 6 به روی رادیکال 2 که گویا بشه میشه 6 رادیکال 2 دوم یا 3 رادیکال 2. 3 رادیکال 2. بله، گزینه 1 3 رادیکال 2. بریم بچه‌ها سوال 34. در یک مثلث آ بی سی. یه سوال دیگه میشه باقی نموده. یه سوال. در یک مثلث سینوس آ 44 50. سینوس زاویه آ 4 5. AB و AC برابرن. AB AC یعنی مثلث متساوی و ساقین. هر کدوم هم 5ه. 5 5. حد اکثر اندازه ضلع BC. BC حد اکثر اندازه اش چیه؟ بچه‌ها حد اکثر اندازه ضلع BC زمانی است که زاویه آ حد اکثر باشه. اگر زاویه آ جمع باشه خب ضلع مقابلش کوچیک میشه. اگر زاویه آ منفرجه باشه، باز باشه اون موقع این ضلع هم بزرگتر میشه. پس ضلع بزرگتر آ به زاویه بزرگتر آ بستگی داره. بله، ضلع بزرگتر آ به زاویه بزرگتر آ بستگی داره. بچه‌ها قضیه کوسینوس ها یادتونه؟ قضیه کوسینوس آقای فتی چی بود؟ قضیه کوسینوس ها این بود. نگاه کنید، قضیه کوسینوس ها آ بی سی، قضیه کوسینوس ها در مثلث. حتما بچه‌های تجربی و ریاضی باید بلد باشن. قضیه کوسینوس ها این بود: آ به توان 2، یه قسمتش که اصلا شبیه فیثاغورسه، به 2 علاوه سی 2، این که شبیه فیثاغورسه. ادامه: منهای 2 بی سی کوسینوس آ. اتفاقا اصلا از همین قضیه فیثاغورس نتیجه میگیره، میشه اگر آن 90 درجه باشه کوسینوس 90 میشه 0، پس این میشه فیثاغورس. اصلا همون فیثاغورس ماست. آ دو مساوی بی دو علاوه سی دو منهای 2 بی سی کوسینوس آ. بیایم اینجا قضیه کوسینوس آ، آ دو مساوی این به توان 2 25، این به توان 2 25، منهای 2 تا 5 در 5 بی دو سی دو منهای 2 بی سی، 2 تا بی سی بی دو سی دو منهای 2 بی سی کوسینوس آ، بی دو سی دو کوسینوس آ. خب خوب گوش کنید، اینجا خیلی قشنگه. 25 و 25 میشه 50. 5 5 تا 25 تا ضرب در 2 میشه 50. مون کوسینوس آ. کوسینوس اینجا قشنگه. بچه سینوس داده؟ بله. از روی سینوس چگونه کوسینوس به دست میاد؟ مگر نه اینکه سینوس 2 علاوه کوسینوس 2 میشه 1؟ بله آقا. سینوس 4 پنجم به توان 2. اصلا اعداد فیثاغورسه. از اینجا کوسینوس رو حساب کنیم، کوسینوس آ به دست میاد، 1 منهای 16 25 جذب بگیری میشه مثبت منفی 3 5. بچه‌ها به نظر شما مثبت 3 5 رو قبول کنم یا منفی 3 5؟ مثبت یا منفی رو قبول کنم؟ مثبت یا منفی؟ خیلی عالی هستید، خیلی عالی. میدونید چرا منفی؟ چرا منفی؟ چون این زاویه باید زاویه باز باشه. چرا زاویه باز باشه؟ چون ضلع مقابلش بزرگتر باشه. اگر الان کوسینوس رو مثبت حساب کنم، مثبت، خب این منفی باقی میمونه. اما اگر کوسینوس رو منفی حساب کنم، این منفی در منفی میشه مثبت، عددت بزرگتر میشه. این بزرگتر شد، آ هم بزرگتر میشه، چون آ زاویه بازه، باید این زاویه باز ناحیه دومه، زاویه منفرجه است، باید کوسینوس منفی باشه، چون میخوای بزرگترین زاویه باشه.
بچه این بحث کسینوس منفی خور رو فراموش کنید، چون کسینوس منفی داخل کمان رو میخوره، این که اصلا پشت کسینوس منفیه. اگر داخل کمان منفی بود، مثلا کسینوس منفی 30 درجه منفی داخلش رو میخوره، پشتش منفی بود که قاعدتا تاثیر نداره، اون داخل کمان باشه میتونه بخوره. ببین چقدر حرفه‌ای، چقدر زیبا. آدم مساویه 50 منفی در منفی مثبت، همین باعث میشه آیه بزرگتری ایجاد بشه، 5 با 5 میره میشه 30، میشه 80. پس آ میشه رادیکال 80. شونزه ضرب در 5. آفرین. چقدر سواله، این سواله قلم چی بوده؟ آخرین سوال همایش امروزمون، سوال بازم قلم چی بوده؟ راه برو خسته شدی، بگید بودو. آقا الان وقت دویدنه. خب بچه گوش کنید، سوال قلم چی بوده؟ در شکل مقابل طول وتر اینه، چقدر زشته این طول وتره، طول وتر آبه. نگاه کن، زاویه شعاع دایره هم دوه، این شعاع دایره دو، شعاع رو دو داده، شعاع دو، طول وتر. بچه میده من چه فنی میزنم؟ نصف کردم. بچه طول وتر رو داده، پس از اینجا تا اینجا میشه نصفش، نصف این میشه. گفته کل زاویه آلفا کدومه؟ من نصفش رو حساب کردم، بعدش دو برابر میکنم، اینو نصفش رو حساب کردم، بس آلفا رو نصف کردم. بچه توی این مثلث قائم الزاویه سینوس نصف کردم دیگه، کلش آلفا بود نصفش کردم، ضلع مقابل به وتر، ضلع مقابل رادیکال، ضلع مقابل به وتر. بچه ضلع مقابل به وتر، اگر به شما بگن سینوس چه زاویه ای میشه یک دوم، خب شما اولین زاویه 30 درجه به ذهن شما میرسه. بعضی از زوایا رو سال 12 هم باید بچه ها از بر کنن، یکی از زوایایی که از بر کنند زاویه 22.5 درجه است، پس حتما آلفا دوم 22.5 درجه بوده، چون سینوس 22.5 درجه این میشه، پس آلفا میشه دو برابرش، پس این زاویه حتما 22.5 درجه بوده، پس دو آلفا، پس این میشه 22.5 درجه، دو برابرش کنید آلفا میشه 45 درجه. شاید بگی دانش آموز من، من از کجا باید اینا رو یاد بگیرم؟ یه جدول برات میکشم، این جدول رو حتما به خاطر بسپر، این جدول. سینوس زاویه 15 درجه، 75 درجه، 22.5 درجه، 67.5 درجه رو دانش آموز قوی این جدول رو یاد میگیره. دانش آموز قوی این رو بلد باشه، 15، 75، 22.5، 67.5 سینوس، کوسینوس. دانش آموز قوی سینوس 15 رادیکال 6 منهای رادیکال 2 4 سینوس 75 رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2 4 شباهت داره که آدم میتونه بهتر تو ذهنش بمونه. سینوس 22.5 درجه رادیکال 2 منهای رادیکال 2 دوم. ببین الان به دردم خورد، ببین چقدر قشنگ به دردم خورد. سینوس 67.5 درجه میشه رادیکال 2 به علاوه رادیکال 2 دوم. یه دانش آموز حرفه‌ای اینا رو الان از بره. کوسینوس 15 درجه میشه رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2 4. کوسینوس 75 درجه میشه رادیکال 6 منهای رادیکال 2 4. و الان خودتون میدونید 22.5 درجه میشه رادیکال 2 به علاوه رادیکال 2 دوم. این میشه رادیکال 2 منهای رادیکال 2 دوم. یه دانش آموز قوی این جدول رو حتما به خاطر میسپاره. بذارین صافتر بکشم، حتما این جدول رو به خاطر میسپاره. یه دانش آموز قوی باید اینجا
این چقدر قشنگ آدم میتونه اینا رو، و این چقدر قشنگ بود، دل مقابل به وتر، دل مقابل به وتر حتما 22.5 درجه بوده، حتما اومد 22.5 درجه باشه. پس آلفا میشه 2 تا 22، چون آلفا کلشه، آلفا کلشه. بچه ها به من بگید ببینم، یه لحظه من گوش کنید، یه لحظه، یه لحظه همه تو من گوش کنید. اولم ممنون که تا الان نزدیک 4 ساعت، الان ساعت 11 است، اینا رو همه رو می نویسم بچه ها، دست نویسا همه هستش، دست نویسا هستش. ممنون که تا الان همراهیمون کردید. بهترین کار اینه که من الان جزوه رو توی کانال میذارم، یک بار دیگه خودتون حل کنید. بچه ها چطور بود امروز؟ چطور بود امروز؟ خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که رضایت شما رو میبینم. ما 7 تا از اینا داریم، یه دونش تموم شد، 7 تا یه دونش تموم شد. خسته نمیشم از اینکه کنار شما هستم، خیلی دوستتون دارم. تا فردا ساعت 7 عصر خسته نباشید. بچه های شما یه لطفی کنید، یه لطفی کنید، من ازتون انتظار دارم. این همایش رو ما برای کل بچه های ایران گذاشتیم، همه دوستاتون رو همراه کنید با ما. چرا؟ چون 2.5 سال بچه ها زیر آوار کرونا از تدریس های خوب محروم موندن. وظیفه ماست تو این 2 هفته انرژی بدیم تا روز کنکور انرژی به خودمون برگرده، انرژی بدید به دوستاتون تا روز کنکور انرژی به شما برگرده. قربونتون برم، همه اینا رو تو کانال قرار میدم، هر 3 تا قسمت رو تو کانال قرار میدم. شبتون بخیر، تا فردا ساعت 7. خدا نگهدار.